سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز ما رو همراهی میکنین. در ابتدای این ویدیو میخوام ازتون خواهش کنم که اگه به تازگی همراهی کانال ما شدین لطفا ما رو سابسکرایب کنین. در این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که چرا وزن کم نمی کنیم. همراه ما باشین تا 20 دلیل شایع آن را با همدیگه مرور کنیم. بدن در برابر کاهش وزن از خود مقاومت نشان میدهد. شاید در ابتدای دوره وزن زیادی کم کنید، اما به مرور سرعت کاهش وزن کمتر یا حتی متوقف میشود. 1. شاید وزن کم می کنید، اما از آن باخبر نیستید. اگر احساس می کنید کاهش وزنتان متوقف شده، وحشت زده نشوید. شاید وزن کم می کنید، اما خبر ندارید. توقع به کاهش وزن در روزها و هفته های ابتدایی بسیار شایع است. در این دوره وزن بدن دچار نوسان می شود. تغذیه، تغییرات هورمونی و میزان آبی که مصرف می کنید در این نوسانات نقش دارند. همچنین گاهی با شروع تمرینات کاهش وزن همزمان شاهد رشد ماهیچه‌ها هستیم. این خبر خوبی است چون ماهیچه‌ها را جایگزین چربی‌ها می کنید. هرچند عدد ترازو تغییر نمی کند. برای درک بهتر اوضاع بهتر است به جای اتکا به ترازو از اندازه‌گیری دور کمر و بازوها استفاده کنید. این بهترین نشانه از کاهش وزن را به شما نشان می‌دهد. خلاصه اگر وزن شما فقط بین 1 تا 2 هفته تغییری نکند، جای نگرانی نیست. 2. میزان کالری دریافتی خود را بررسی نمی‌کنید. آگاهی از میزان کالری دریافتی در فرآیند کاهش وزن بسیار مهم است. تحقیقات نشان دادند آنهایی که غذای مصرفی خود را ثبت می‌کنند، نتایج بهتری در کاهش وزن به دست می‌آورند. یک دفترچه را برای ثبت غذاهایی که می‌خورید اختصاص دهید. 3. پروتئین کافی مصرف نمی‌کنید. پروتئین مهمترین ماده مغذی برای کاهش وزن است. مصرف 20 تا 25 درصد پروتئین به سوزاندن 80 تا 100 کالری در روز منجر می شود. همچنین مصرف این ماده نیاز شما را به میان وعده ها به شدت کاهش می دهد. زیرا این ماده روی هورمون های مرتبط با اشتها تأثیر می گذارد. صبح ها می توانید پروتئین مصرف کنید تا در طول روز کمتر گرسنه شوید. مصرف این ماده همچنین جلوی کاهش سوخت و ساز بدن و بازگشت وزن را می گیرد. 4. کالری خیلی زیادی دریافت می کنید. خیلی از افراد که زیاد کالری مصرف می‌کنند، دچار مشکلاتی در کاهش وزن هستند. شاید تصور کنید که جزء این دسته نیستید، اما تحقیقات همواره نشان داده است که افراد معمولاً میزان کالری دریافتی خود را دست کم می‌گیرند. اگر وزن کم نمی‌کنید، باید مدتی میزان کالری دریافتی خود را رصد کنید. برای این کار یا از نرم افزارهای موجود در تلفن همراه یا یک دفترچه استفاده کنید. ثبت کالری ها علاوه بر فایده گفته شده در رسیدن به اهداف تغذیه‌ای هم مفید است. مثلا اگر بخواهید 30% کالری دریافتی را از پروتئین ها بگیرید، لازم نیست که همه روزهای زندگی خود را مشغول شمارش کالری ها باشید. در عوض رصد کالری ها در یک دوره کوتاه معمولا در دوره کاهش وزن یا انجام تمریناتی خاص مفید است. 5. غذای کامل و سالم مصرف نمی کنید. کیفیت غذای مصرفی به اندازه میزان مصرف آن مهم است. خیلی از غذای فرآوری شده برچسب سلامت دارند، اما واقعا سالم نیستند. برای کاهش وزن ضروری است که حتما از غذای کامل استفاده کنید. 6. وزنه نمیزنید. یکی از ضروری ترین کارهای هنگام کاهش وزن انجام تمرینات قدرتی مانند وزنه زدن است. بلند کردن وزنه ها به حفظ ماهیچه ها کمک می کنند و جلوی کاهش سوخت و ساز بدن را می گیرند. 7. شکم چرانی می کنید. شکمچرانی و زیاد غذا خوردن از عوارض دوره کاهش وزن است. خیلی ها حتی در مصرف غذای سالم زیاده روی می کنند. شاید غذایی که می خورید سالم باشد، اما کالری دارد و کالریش هم به حساب می آید. گاهی اوقات یک وعده شکمچرانی می تواند تمام تلاش یک هفته را برباد دهد. 8. تمرینات هوازی انجام نمی دهید. ورزش های هوازی مانند دویدن، دوچرخه سواری و شنا کردن باعث افزایش ضربان قلب می شوند. علاوه بر فواید سلامتی، این گونه تمرینات در کاهش وزن و رفع چربی‌های شکم بسیار تاثیرگذار هستند. 9. هنوز شکر مصرف می‌کنید. نوشیدنی‌های حاوی شکر از جمله چاق کننده ترین مواد هستند. نوشیدنی‌های مانند نوشابه و حتی آب میوه اغلب سرشار از شکر هستند. اگر می‌خواهید اضافه وزن و چاقی را شکست دهید، دست از مصرف آنها بکشید. 10.
خوب نمیخوابید. خواب کافی از مهمترین عوامل مؤثر بر سلامت جسم و روح و همچنین وزن شماست. پژوهش‌های متعدد کمخوابی را مهمترین عامل از بین عوامل چاقی معرفی کردند. بزرگسالان و کودکانی که خوب نمیخوابند 55 تا 89 درصد احتمال بیشتری دارد که دچار چاقی شوند. 11. مصرف کربوهیدرات ها را کاهش نداده اید. مطالعات گوناگون نشان داده است که پیروی از یک رژیم کم کربوهیدرات 2 تا 3 برابر از رژیم‌های غذایی متعادل در کاهش وزن مؤثرتر است. اگر دچار بیماری‌های مانند دیابت نوع 2 یا پیش دیابت هستید، رژیم کم کربوهیدرات را انتخاب کنید. این رژیم غذایی در کاهش سطح تریگلیسیرید و قند خون و افزایش کلسترول مفید خون نیز مؤثر است. 12. مدام غذا می‌خورید. بسیاری بر این باورند که افزایش تعداد وعده‌های غذایی و کاهش حجم هر وعده به سوخت و ساز بهتر و کاهش وزن کمک می‌کند، اما این یک افسانه است. تحقیقات ثابت کردند که پیروی از این روش تأثیری ناچیز در فرآیند کاهش وزن دارد. همچنین پیروی کردن از چنین برنامه‌ای کاری سختی است، چون باید هر روز با مشغله‌های زندگی درگیر بود و بعید است که کسی فرصت آماده‌سازی این همه وعده کوچک را داشته باشد. جالب است بدانید که رژیم فستینگ یا روزه‌داری متناوب، یعنی عمدن غذا نخوردن، به مدت 15 تا 24 ساعت یکی از روش‌های مؤثر در کاهش وزن است. 13. آب کافی نمی نوشید. در یک مطالعه 12 هفته‌ای افرادی که نیم لیتر آب را نیم ساعت قبل از غذا مصرف کردند، 44 درصد بیشتر از سایرین وزن کم کرده بودند. مصرف آب کافی همچنین به کالری سوزی بهتر کمک می‌کند. 14. الکل مصرف می کنید. نوشیدنی های الکلی نسبتاً کالری زیادی دارند، پس مصرف آنها کمکی به کاهش وزنتان نمی کند. صرف نظر از این، مصرف الکل به بسیاری از اندام های بدن از جمله مغز، کبد و کلیه آسیب می زند. 15. حواستان به غذا نیست. یکی از تکنیک های کاهش وزن این است که هنگام غذا خوردن به غذا خوردنتان توجه کنید. دقت به تعداد لقمه ها، آرام جویدن و پریز از حواس پرتی های مانند موبایل و تلویزیون باعث می شود کمتر غذا بخورید. هنگام غذا خوردن به طعم، شکل و عطر غذا توجه کنید. عوامل حواس پرتی را حذف کنید و آرام غذا بخورید. هر وقت احساس سیری کردید، دست از غذا خوردن بکشید و کمی آب بنوشید. 16. مشکل پزشکی دارید. برخی مشکلات پزشکی کاهش وزن را سخت‌تر می کند. این مشکلات شامل کمکاری تیروئید، سندروم تختان پلیکیستیت و عارضه قطع تنفس در حین خواب است. مصرف برخی داروها نیز می‌تواند به افزایش وزن منجر شود. اگر هر کدام از این مشکلات را دارید، با پزشک خود مشورت کنید. 17. به فست فودها احتیاط دارید. طبق تحقیقاتی که در سال 2014 انجام شد، تقریباً 20 درصد مردم اروپا و آمریکا در دسته معتادان به فست فود قرار می‌گیرند. اگر به خوردن این غذا احتیاط دارید، از یک متخصص کمک بگیرید. 18. خیلی وقت است که رژیم گرفته اید. ایده خوبی نیست که رژیم غذایی سفت و سختی را تا مدت‌ها ادامه دهید. اگر پس از مدتی کاهش وزن متوقف شده اید، بهتر است کمی به خود استراحت دهید، وزن بزنید و کالری دریافتی خود را اندکی افزایش دهید. 1 تا 2 ماه وزن خود را نگه دارید و سپس دوباره شروع کنید. 19. انتظارات واقع بینانه ندارید. کاهش وزن برایندی تدریجی است. خیلی‌ها قبل از رسیدن به نتیجه صبرشان به سر می‌رسد. گرچه کاهش وزن در شروع کار سریع است، اما در ادامه خیلی کم اتفاق می‌افتد که کسی بتواند بیش از 0.5 تا 1 کیلوگرم در هفته وزن کم کند. مشکل دیگر این که خیلی از اهدافی که به واسطه ورزش و رژیم غذایی حاصل می‌شود، انتظارات بیجا دارند. در واقع همه نمی‌توانند به اندام یک ورزشکار یا مدل روی مجلات برسند. خیلی از آن تصاویرم دستکاری شده و دور از واقعیت است. اگر وزن کم کرده اید اما با وجود همه تلاش‌ها به وزن دلخواهتان نمی رسید، شاید وقتش رسیدی که بدن خودتان را همانطور که هست بپذیرید و روی این مسئله وسواس پیدا نکنید. بهتر از با یک متخصص مشورت کنید. 20. تمرکز زیادی روی رژیم غذایی دارید. خیلی ها تلاش می کنند از طریق رژیم های سفت و سخت و طولانی به وزن ایدال خود برسند. متاسفانه مطالعات نشان دادند که پیروی از این رژیم‌های لاغری معمولاً نتیجه عکس دارد. به جای گرسنگی دادن به خود، سعی کنید از رویکردهای متبادل‌تر استفاده کنید. عادت‌های غذایی خود را اصلاح کنید و ورزش روزانه را در سبک زندگی خود وارد کنید.
به یاد داشته باشید که کاهش وزن به اراده، صبر و پیگیری نیاز دارد. امیدوارم تماشای این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. خیلی ممنون که در این بخش از فارسینت هم همراه ما بودین. تا ویدیوهای بعدی ما، شب و روزتون خوش.